بزرگترین گرد همایی فرهنگی ایرانیان خارج از کشور شما را به تجربه بی همتا دعوت می کند. افتتاحیه تیرگان 2013، اپرای آرش کمانگیر، خواننده سوپرانو کاملیا دارا، ارکستر سمفونی به رهبری مازیار حیدری، گروه تئاتر به کارگردانی سیاوش شعبانپور، نمایش ویدیویی طرح‌های رسم شده توسط توکان یستانی. The amazingly rich, deep cultural history. عاشقانه های شاهنامه. رقص شاهرخ مشکین قلم و نقالی گردآفری. Tigran is one of those elements which brought our identity. هوری، رقص و موسیقی فلامینکو. داستان زنی مهاجر از ایران توسط دلارا تی. حامد نیکپی، اجرای موسیقی تلفیقی. سپیده رئیس‌زاده، اجرای موسیقی دستگاهی ایران. بیش از 150 هنرمند و 120 هزار بازدید کننده گرد هم می آیند تا یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایرانیان خارج از کشور را برای چهارمین بار جشن گرفته و تجربه کنند. برای تهیه بلیت حضوری هاربر فرانت سنتر باکس آفیس 235 کوینز کی وست تورنتو، تلفن 416-973-4000، آنلاین www.tirgan.ca/ticketed-events. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت جشنواره به آدرس www.tirgan.ca مراجعه فرمایید. بله، با دیدن این قطعه از این آگهی که دیدید متوجه شدید که مهمان امروز من یک چهره آشنای فرهنگی زحمتکش برای کامیونیتی کی هستند در اینجا امشب و چه گفتگویی رو که با ایشون خواهیم داشت بیشتر نظرات و سوالاتی است که برای من در دو هفته قبل شما تعدادی از شما عزیزان مطرح کرده بودید. آقای مهرداد آریان نژاد مدیر جشنواره تیرگان، امشب این شانس رو داریم که با هم هستیم در اینجا و یک مقداری اطلاعات که مورد نیازتون هست برای بزرگترین جشنواره ایرانی که چهارمینش به زودی افتتاح خواهد شد در هاربر فرانت تورنتو با هم گفتگو کنیم. آقای آریان نژاد، خیلی خوش آمدید به برنامه دریچه‌های روبرو. خیلی متشکرم آقای مهیم. اجازه بدین من قبل از هر چیز سلام بکنم به بینندگان محترمتون و براشون آرزوی روزهای خوبی رو داشته باشم. خیلی متشکر. عرض کنم حضور جناب علی که این چهارمین جشنواره است که شما دارید انجام میدید. بله. ما سه تا از اینها رو قبلا دیدیم، هر کدوم رو بله. که نگاه کردیم به گذشته بعد از اون برگشتیم، دیدیم که پربارتر، پرمحتواتر، پربیننده تر و در حال یکی از نادرترین جشنواره های ایرانی است. حالا شما چگونه میتونین یک همچین مهمی رو با این همه فقط داوطلب بله این هنرتون رو برای بیننده بله خواهش میکنم. ببینید، البته این واقعا یک پدیده است، جشنواره تیرگان. من فکر میکنم به دلیل اینکه نشان دهنده این علاقه و عشق جوانای ایرانی بله. ایرانی ها اصولا به فرهنگشونه، که این فرهنگ خب یه فرهنگ 100 ساله 200 ساله نیست، یک فرهنگ چند هزار ساله است. حتی قبل از اینکه کشور ایران به وجود بیاد، بالاخره مردمانی در اون ناحیه زندگی میکردن بله. که اینها این فرهنگ رو سینه به سینه تا به امروز به ما که امروز دست ماست به ما رسیده و گوهرهای بسیار ارزشمندی درش هست. و خب جوونا ایرانی ها به این فرهنگشون میبالن و افتخار میکنن و از جون براش مایه میگذارن. دلیلش فکر میکنم خیلی زیاد این هست، این علاقه و عشقی که همه به فرهنگشون دارن و تمام بچه‌هایی که توی تیرگان دارن کار میکنن واقعا خالصانه، از وقتشون، زندگیشون،
میگذارن و بیشتر از یک سال زحمت میکشن تا این جشنواره رو کنار هم قابل تحسینه واقعا. ما از دور ناظر فعالیت های شما هستیم همیشه. یک کاریست که تا الان کم سابقه بوده اگر بی سابقه نباشه. ولی امسال حالا چه خبرای خوبی دارید شما برای این مهمی که برگزار میکنه؟ چه شخصیت هایی رو، چه هنرمند هایی رو، چه تعدادی هستن به طور کلی میان برای این جشنواره؟ ببینید امسال ما حدود 100 تا برنامه خواهیم داشت در جشنواره تیرگان که در 4 روز این 100 برنامه برگزار میشه. بیشتر از 150 هنرمند از سرتاسر دنیا و همینطور از کانادا با ما هستند در جشنواره تیرگان، در گروه‌های مختلف موسیقی، رقص، تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی و همینطور در ادبیات و تاریخ. امسال چند تا برنامه بسیار بسیار خوب خواهیم داشت در هاربر فرانت سنتر. از شخصیت‌های برجسته‌ای که تشریف میارن، علاوه بر شخصیت‌های فرهنگی و شخصیت‌های به اصطلاح اقتصادی و اجتماعی که از خود تورنتو تشریف میارن اونجا، خانم انوشه انصاری از آمریکا تشریف میارن. بله. که خانم انوشه انصاری خب یک افتخار ایرانی ها هستن، یکی از افتخارات ایرانی ها هستن، زن فضانورد ایرانی. بله، کسی که خودشون اون رویای خودشون رو محقق کردن به عنوان یه زن و رفتن اولا به اصطلاح کارهایی که کردن در زمینه اقتصادی و تونستن موفقیت های اقتصادی بزرگی به دست بیارن، اینها رو همه رو خودشون و شوهرشون کردن و واقعا میشه به عنوان یک نمونه خوب استفاده کرد، یعنی درس گرفت از ایشون. و همینطور آقای دکتر فیروز نادری، یکی از دانشمندان بزرگ ناسا، بله، یکی از افتخارات دیگر ایرانیان در دنیا، ایشون هم تشریف میارن در جشنواره، حضور دارن در این 4 روز و سخنرانی هم خواهند داشت در خود جشنواره، ولی در دانشگاه تورنتو ما هماهنگ کردیم که یک سخنرانی خیلی جالبی هم آقای دکتر فیروز نادری خواهند داشت. حالا اینجا یه سوال برای من پیش میاد آقای آریان نژاد، که آیا شخصیتی مثل آقای نادری و خانم انصاری که میهمانان شما هستن دارن میان در اینجا، آیا اینا میتونن سفیرانی باشن برای آینده که بشه این جشنواره رو جهانی ترش کرد؟ بله، 100% همینطوره، فرمایشتون کاملا درست. اصلا دلیل این که ما خواهش کردیم از این دوستان بیان و شرکت داشته باشن، ما از خانم انصاری خواهش کردیم که ایشون ریاست افتخاری جشنواره رو به عهده داشته باشن و ایشون قبول کردند، لطف کردند، قبول کردند و خب این مسلماً اسم جشنواره تیرگان رو جهانی خواهد کرد و دیگه جشنواره تیرگان یک جشنواره کوچک محلی نخواهد بود و امیدواریم که بتونیم با درگیر کردن افراد مهمی مثل خانم انصاری و آقای دکتر نادری ما بتونیم صدای این جشنواره رو به جهان ببریم و امیدوارم در سالهای آینده ما بتونیم یک جشنواره بین‌المللی داشته باشیم و در تمام دنیا بتونیم برنامه اجرا بکنیم. چقدرم خوب میشه. حالا من میدونم که اوپنینگ، اون روز افتتاحیه این جشنواره، یه چیزی در حدود کمتر از 10 روز هست، روز 18 جولای، روز پنجشنبه. بله. و این جشنواره ادامه داره تا 21 جولای، به طور مرتب جولای، در جولای در هاربر فرانت سنتر. حالا اگر موافق باشید یک نمونه از کار شما رو برای این برنامه افتتاحی که آوردید، این رو با بیننده ها ببینیم، برگردیم راجع به استاد. حتما خواهش می‌کنم. نگاه میکنیم به یک قطعه کوتاهی از افتتاحیه این برنامه در 18 جولای در هاربر فرانت سنتر. برف می‌بارد، برف می‌بارد به روی خار و خار و سنگ، کوها خاموش، دره‌ها دلتنگ. آرش کمانگیر رو برای تیرگان 2013 اجرا می‌کنه. یک سری آدم حرفه‌ای که همه در واقع محلی هستن، اهل تورنتو هستن، دور هم جمع شدن. ما داریم روی شعر نیما یوشیچ و احمد شاملو کار می‌کنیم. اسکیچ خیلی بزرگه. یک نوع نقالی مدرن. حتما باید حس خاصی که موسیقی میذاشتیم. هم نشینی اجرا یا درام با ارکستر برای من خیلی جذاب و جالب بود. آرش به شکل در معرفی میکنن که
جنسیت خاصی نداره. دید که من دارم روی یک آریای اپراگونه کار میکنم بر اساس شعر احمد شاملو. زمانی خیلی حرفه‌ای کنار هم جمع شدن. به نظر من خیلی میتونه نوید بخش باشه برای جامعه ایرانی خارج از ایران که ما میتونیم پروژه‌های خیلی خوبی رو عرضه بکنیم. اجرای نمایش تلفیقی از کلام و حرکت. کاملیا دارا که از اتریش به اینجا میاد با ما همراه خواهد بود. ما طرحایی که توسط تو کانال استانی کشیده میشه رو فیلم میگیریم و اونجا پخش میکنیم. چطوری بتونم اون حس رو از شعر بگیرم و موسیقی یاده بکنم با ریتمی که از شعر گرفته میشه و بعد بشه حرکت. وسعت و بزرگی پروژه مثال زدنیه. ما در استیج مسجد هست در هاب کانسنتر ما باید نزدیک به 50 نفر رو جا بدیم. مشابه این کار تا حالا حداقل از تورنتو انجام نشده. بسیار بسیار بله. بچه ها چه کار زیبایی رو با چه زحمتی بله آمده کردن بله. و این برای اوپنینگ برنامه شما از اروپا هم یه سری دعوت شده دارید، میهمان دارید؟ بله بله، ما از اروپا و تمام دنیا میهمان داریم که برای اوپنینگ تشریف میارن. من در مورد اوپنینگ اگه اجازه بدین یک چند نکته رو خدمت بینندگان عرض بکنم که این برنامه افتتاحیه در حقیقت برنامه هست که گروه آیکات که 5 تا از موسیقیدانای برجسته ایرانی هستند که در تورنتو زندگی میکنن و ما شانس این رو داشتیم که اینجا مصاحبه شدن. بله بله، بسیار عالی. بله که باهاشون همکاری بکنیم و آقای سیاوش شعبانپور که کار گروه تئاتر رو به عهده گرفتن در همون برنامه، چون این حالت اپرایی داره این برنامه، و همینطور آقای توکان یستانی کاریکاتوریست معروف ایرانی هستند که کارهای به اصطلاح طرح‌های کشیده شده از ایشون در ارتباط با این نمایش مطرح میشه. کل کار بر اساس سروده شاعر معروف ایرانی آقای سیاوش کسرایی هست و البته موسیقی کار از اشعار آقای شاملو و نیما الهام گرفته. بنابراین ترکیبی از همه اینها هست و در حال حاضر 80 نفر آدم متخصص چه در زمینه موسیقی، تئاتر، مسائل فنی دارن روی این تولید و این پروداکشن کار میکنن و من مطمئنم که تولیدی که یعنی حاصلش، اون محصولی که به وجود میاد، محصول فوق العاده ارزشمند برای اینکه با عشق ساخته شده. همه این دوستان با عشق واقعا روی این کار کردن. بله قطعا هم همینطور خواهد بود. حالا مدار جان یه دونه سوال برای بنده پیش میاد. بله. در اینجا این کار به این عظمت، این همه دعوت شده از کشورهای مختلف اروپا، بله، امریکا، بله، جاهای دیگه، اینا هزینه هایی دارن. بله. درسته که بچه های ما در اینجا همه داوطلبانه. بله. با شما تیم بسیار خوبی رو دارید. بله. و کاملا هم میدونید هر کدوم چه کار دارید. بله. میکنید. بله. آیا پشتوانه‌ای، آیا کمکی؟ بله. از جایی برای این نگهداری این جشنواره بزرگی هم هست؟ بله. ببینید ما اصولاً بودجه‌مون رو از چند تا به اصطلاح بخش درست می‌کنیم. یکیش گرانت هایی هست که ما از دولت کانادا می‌گیریم که امسال ما تونستیم 120 هزار دلار از سازمان‌های مختلف که سازمان‌های هنری هستند و فرهنگی هستند و وزارت توریسم کانادا تونستیم 120 هزار دلار بگیریم. یه بخشش از بیزنس‌های ایرانی که اینجا هستند و می‌خوان اسمشون رو پروموت کنن و فرهنگ ایران رو پروموت کنن کمک کنن. یه بخش بزرگیش از بیزنس‌های ایرانی ساخته میشه. یک بخشش از رستوران‌های ایرانی و غرفه‌هایی که برای فروش به اصطلاح کارهای دستی و چیزهای فرهنگی ایرانی از اونجا به طور اجاره مثلا اجاره میدیم. بله که اونها بتونن به اصطلاح بیان اونجا جنساشون رو بفروشن و در معرض عموم قرار بدن. و یه بخشش هم از 10% از برنامه‌های ما هم بلیتی هست که مثلا فرض کنید همین اپرای آرش کمانگیر که قرار روز پنجشنبه انجام بشه بلیتش 25 دلاره و ما از درآمد این بلیت ها که 10% برنامه های تیرگان رو تشکیل میده، جمعا همه اینا رو کنار هم بگذارید ما بودجه این جشنواره رو از اینجا تهیه میکنیم. چقدر خوب. مخ شما در مجموع چند تا برنامه دارید که اونهایی که میان برای بازی
در اونجا باید بلیت بگیرن. ببینید ما حدوداً 100 تا برنامه داریم امسال که 10% بلیتی هست. حدوداً 10 تا برنامه‌مون بلیت میخواد، 90 تا برنامه‌مون رایگانه. که بقیه به صورت همه میتونن ببینن، بله. بیان از برنامه‌هامون میتونم اسم ببرم. ما یک برنامه آشپزی داریم که خانم نجمیه باتمانقلیچ، بله، آشپز معروف ایرانی از آمریکا تشریف میارن اینجا و روز شنبه و یک شنبه ساعت 12:30 ظهر یه برنامه آشپزی دارن که نشون میدن، نمایش میدن. از در گروه‌های موسیقی ما گروه عجم رو داریم که از لندن انگلستان تشریف میارن. خانم رعنا منصور و گروه کارمندان رو داریم که از آمریکا تشریف میارن. آقای حامد نیکپی، بله، از آمریکا تشریف میارن. آقای شاهرخ مشکین قلم و خانم گردآفرید از فرانسه و آمریکا تشریف میارن که عاشقانه های شاهنامه رو دارن. خانم دلارا تیو و گروه ارکسترشون که کار رقص میکنن. خانم دلارا تیو کانادایی هستن، البته ایرانی کانادایی هستن ولی در اسپانیا زندگی میکنن و سالهاست که روی موسیقی و رقص فلامینکو کار کردن. ایشون هم یک رقص فلامینکوی بسیار زیبایی رو قراره در تیرگان اجرا بکنن. خانم سپیده رئیس سادات برنامه‌ای دارن در تیرگان امسال. از سخنرانهای خیلی خوبی که خواهیم داشت، آقای کاوه فرخ، پروفسور کاوه فرخ از ونکوور تشریف میارن و در مورد روابط بین ایران قدیم و ایتالیا صحبت میکنن. آقای پروفسور فریبرز مختاری در مورد کتابشون به نام سایه در سایه شیر که به انگلیسی هست، البته ایشون یک کتابی نوشتن، تحقیقی کردن در مورد یکی از سفرای ایران در فرانسه که در زمان جنگ جهانی دوم در حدود چند هزار ایرانی یهودی رو از مرگ حتمی نجات میدن و به اسم اینکه این ایرانی این یهودی ها سمیتیک نیستن و سامی نیستن، از نژاد سامی نیستن، از نژاد آریایی هستن، البته با این ترفند، بله، بله، این چند هزار یهودی رو پاسپورت ایرانی بهشون میدن و میفرستنشون ایران که در حقیقت کارشون از شیندلر که در حقیقت اینقدر، بله، معروف هست و فیلم ازش ساخته شده خیلی مهمتر و بزرگتره، بله، ولی تا به حال خب کسی راجبش صحبت نکرده. بله چقدر خوب و برنامه‌های بسیار زیاده دیگه که من مسلماً وقت نیست اینجا همه رو توضیح بدم. وقت آیا اینها به صورت لیست از یک ساعت‌های مختلف، بله، از چه ساعت‌هایی شروع میشه، بله، تا چه ساعتی است در، بله، جایی هست؟ بله لیست برنامه‌های ما امسال در 4 روزنامه ایرانی، ایران استار، شهر ما، شهروند و سلام تورنتو، لیست دقیق برنامه‌ها چاپ خواهد شد و دوستان میتونن تشریف ببرن و از این روزنامه‌ها استفاده کنن. ما در ضمن این هفته یک دفترچه کوچکی رو در مغازه‌های ایرانی پخش خواهیم کرد که این تمام به اصطلاح به شما اطلاعات کامل رو و کافی رو میده که چطور تشریف بیارید هاربر فرانت، کجا پارک کنید، بله، و چه مسائلی و برنامه‌ها رو چطور ببینید و غیره. در ضمن روی وبسایت ما هم که هست www.tirgan.ca همه این اطلاعات موجود هست. پس این اطلاعات شما میتونید برای سهولت کار خودتون و رسیدن به اونجا و بهترین استفاده از برنامه‌های مختلف رو از 4 نشریه شهر ما، شهروند، ایران استار و سلام تورنتو که در اونجا خواهد بود ببینید یا در این دفترچه های کوچکی که آقای ایرانی‌نژاد فرمودن در فروشگاه ایرانی. اون وقت بلیط هایی که میخوان تهیه بکنن، بله، برای اون چند، اون هم در فروشگاه هست؟ بله ببین، نه خیر، بلیط های هاربر فرانت سنتر، اون چند تا برنامه بلیطی که ما داریم چه از... چند تا بیشتر نیست؟ بله چند تا دونه بیشتر نیست. اینها در از باکس آفیس خود هاربر فرانت سنتر باید بخرن یا باید تلفن بزنن یا از طریق آنلاین بخرید، میتونید تهیه بفرمایید و یا اینکه حضوری تشریف ببرید اونجا و از باکس آفیس هاربر فرانت سنتر. ما روز 18م، 19م، 20م و 21م، بله، شاهد یک اتفاق دیگر بزرگتری نسبت به سه تا جشنواره گذشته خواهیم بود در هاربر فرانت، یعنی افتتاحیه و ادامه یکی از بزرگترین جشنواره‌های ایرانی که به نام تیرگان با زحمت و یک سری از دوستان داوطلب و به مدیریت آقای مرتاد آریان‌نژاد و همکاری ایرانیان عزیز دیگر در اونجا میشه خواهیم بود. در اون روزا برنامه‌های رو برای خانواده تنظیم کنید، بچه‌ها رو ببرید، حتماً
با انواع هنر سرزمین مادریشون آشنا بشن که بعداً خود اونها باعث افتخار خواهند بود در اونجا. بله 100%. من فقط توضیح بدم که ما برنامه‌های بسیار بسیار متنوعی رو امسال برای بچه‌ها در نظر داریم که خیلی خیلی متنوع هست و خیلی زیاد هست. دیگه بهتر از این نمیشه. امیدوارم که آسمون هم همراهی بکنه. بله بله. نباشه که اون هاربر فرانت دیگه خیلی فرانت بیره. با امید دیدارتون در چهارمین جشنواره ایرانی تیرگان در تورنتو. مهتاد جان خیلی خوشحالم. آمدید براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر صحبتی هستی که بله. من فراموش کردم بفرمایید. خیلی متشکرم از دوستتون. من در اینجا اجازه میخوام که از تمامی حامیان برنامه این جشنواره، چه حامیان مالی چه حامیان معنوی، تشکر بکنم. از جمله جناب آقای مهیم که لطف کردن این وقت رو به ما دادن که اینجا در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. با امید دیدارتون. موفق باشید. خیلی متشکرم.